زن هم به امید بودن که انشالله خدا انشالله برشون اکرف دادن. همیگم یه اینجا خاک فرم دارم بچه دار میشم بعدش. یو برمک سلام، خوش آمدید به رینو ریاکشن. سلام، خوش آمدید، اینجا خونه خودتونه. خوش آمدی. لباسا سبز بود، تو هم عوض کردی؟ نه دیگه عوض شد. عوض شده؟ خب من حواس دارم اون نوع یه دیدم عوض شد. بچه خوش آمدید، اومدیم بریم سراغ یک ویدیو جذاب و سحرانگیز. بچه میگن اصحاب کف اومده فاریاب محسن میگه مشهد اومده افغانستان، فاریاب افغانستان اومده. چیه این داستان اصحاب کف که خیلی هم عجیبه و یه غاری پیدا شده که معروف به غار اصحاب کفه. غار اصحاب کف، اصحاب کف که این غار نبوده قطعا، ولی نمیدونم داستانش چی بوده. ببین اصحاب کف اونایی که تو اون خوابیده بودن دیگه. خب باشه، تو افغانستان که نبود، نمیدونم ببین چه بودن. اونا از زمان کف مونده بودن، نمیدونم. بریم سراغ ویدیو. آقا بریم ویدیو رو ببینیم. لتس گو. اگر اشتباه نکرده باشم در ولایت فاریاب خواستیم از زیارتگاه منسوب به اصحاب کف. بچه لینک ویدیو تو دیسکریپشن هست. دیدی گفت دیگه منسوب به اصحاب کف. آه منسوب یعنی یه شبیه. آره دیگه یک بهش گنجوندند. آره بکنین که این زیارتگاه چرا اصحاب کف میگن؟ آیا واقعا اینجا زیارتگاه اصحاب کف بوده یا نبوده؟ در این مورد میخواییم که صحبت داشته باشیم و وضاحت بیشتر میخوایم داشته باشیم و با شما صحبت بکنیم. بچه این ویدیو از کانال زیتونه، لینکشون داخل دیسکریپشن هستش، خواستید سر بزنید. این که چرا اینجا را به نام زیارتگاه اصحاب کف میگن. با ما بریم داخل ببینیم بچه چه شکلیه. میبینی؟ سلام رئیس. رئیس اصلا استایل کارم قشنگ میخوره که از زمان اعصاب کف مونده باشه. ولی چرا به این معروفه؟ تو ایران افغانستان یه چیزایی که اصلا شاید تو اون کشورم وجود نداشته باشه، اونجا هم اتفاق نیفتاده باشه، ولی به اونا معروف میشن. نمیدونم چیه داستاناشون. تو ایران هم خیلی اینجوریه. نمیدونم بچه بیدیش. مثلا معبد شاولین قطعا تو ایران نباید باشه. مثلا همچه چیزی رو در مثل شوزن معبد شاولین. دیدی شاولین از ژاپن اومده اینجا؟ شاولین چینه؟ آره از چین اومده اینجا، با شمشیر اومده بود دیگه، میومدن دیگه. بریم ادامه بچه ببینید دیگه تو چه منطقه یه. اونا که رفتن حتما بگن زیارتگاه است، یعنی بعد میرن زیارت میکنن مردم. جای عبادتگاه مانند میشه. بچه خیلی آخه بی سر صدا الان. بریم یه با یک شهروند و شهروند باشنده اون محل میخوام صحبت کنم. آیا واقعا اینجا اصحاب کف بودن؟ چگونه؟ از من از گفته های پدر و بابو نیکای ما کرد. آه نیکای ما. آره قدیما ما از خدر و بابو زیاد ندیدش کنم. تو دنیا آمادیم که میگنم این اصحاب کف واقعیه. خواه خواه او کرامات دیدیم مثلا هر چی دارم. چی دیدین شما کرامات؟ بسیار چیزا دیدیم از اینجا. من انقلاب هر واقعی که به سر ما اومده ما همسایه میبینیم اول خدا از این بود چی آمد رفت کرد. اوه یه جوری رفع بلا شده. آره دیگه یه جوری زیارت گامانه شده کاملا. یعنی مردم مشکلاتشون رو برطرف میکنن. تو ایران باشه پشت وانت میبره اینو مرو بره. نه اونجوری نه بود دیگه، تو پشت خاور داشته میبردن آقا زیارت با مسجد بود. خب گنبد بود دیگه، گنبد نمیان خدا نمیاره گنبد بذاره که باید حملش کنی یه جا ببری زیارتگاه سیار. بریم این خلاب از خواهر رخم روز میبوسه را. بله بله خواهر اول خدا همه زیارت مردم از روی بادی و مصد نجات نجات داده. همه زیارت شما نجات اول خدا. ای قشنگ تصدیدی هم بچه متشوی دیگه گفت دیگه ما از قدیم کلن نوادگان ما بودن و میگفتن که اینجا مال اصحاب کف و فلان و اینا و خب دیگه همچنین اومده جلو دیگه. اونجا الهام که نه، الهام که نمیشه گفت. ببین یه چیزی بوده دیگه، خیلی چیز سری توش نهفته به نظر من، خیلی پیچیده تر از اون چیزی که ما تو بخوایم فکر بکنیم. آره دیگه واقعا یه چیزایی تو بس دینی و اینجور چیزا اتفاق میفته. اگه دوست داشتیم بریم خیلی فراتر از این علمه درست کنیم. آره بریم بچه ها، بریم ادامه ببینیم میتونیم توشو ببینیم. بریم توشو ببینیم. یا خدا اصلا تاریک تو نور نداره یه کلا. دوستان عزیز در اینجا باید کفشای خود رو بکشین. آره دیگه تر تمیز باشی باز داخل میشین. و یه چراغونی یه شمی نه دیگه گذاشتن تو همون استایل اصحاب کفیش باقی بمونه. بابا یه شمی خب دیگه اصحاب کف یه شم روشن کرده بود یادت باشه دیگه.
من یادم نیست نبودم پیششون. من اون موقع بودم باشم. جناب آقای عطایی یادگاری نوشتن سال 85. خوب است که بیان این محبته را هم با به تصویر داشته باشین. سقف این زیارتگاه متاسفانه فرو ریخته بوده در سالهای قبل بر اثر حوادث طبیعی، ولی فکر میکنم که از سوی مردم به گونه ابتدایی پس سقف ازی درست کرده شده و فعلا هم در دیوارها شما میبینین که بعضی یادگارهای نوشته شده و اینمی یادگارها عجیبه دیگه. خدای چرا باید یه چیزی باشه بعد این شکلی؟ آخه الگوریتم ساختاری هم نداره اینجا. من اینو میگم شاید مثلا من در آورده باشه، من در آوردی باشه، ولی خب ما که مردم منطقه بهش اعتقاد دارم. الان یه کوهی بود تو افغانستان، بچه‌ها آره، ویدیوشون اومده باشه. آره تو اونم میگفتن آقا از اون سنگه برداری مثلا فلان میشه، بعد یارو تهش رفتن دیدن که آقا چون اگه سنگو برمیداشتن این خراب به سال داستان رو خنده است، حتی ماشینتون روشن نمیشه اگه سنگو خود بردارید از اون منطقه بیایید بیرون. مثل بچه اون داستان نیست. قندی که تو ایران گفته بودن دیگه آورده بودن باید میزدی به چای آقا این پاک میشد دیگه، اون هم گفته بود که آقا سنگا رو بذار نبرم مثلا. اینو بعد بچه‌ها بگم واقعا اعتقاد دارم به این چیزا، یا مثلا من میتونم خودم چک کنم ببینم مثلا تو کامنت های این پست چی گفتن. آره گفتن که وای شما این خرافات و از این فرهنگ خارج بشید این حرفا. من نمیدونم شما بچه‌ها داخل کامنت نظر خودتون رو بنویسید، خیلی عجیبه. ایران هم هست خیلی هست کوه ها مثلا تو کوه ها این ایلات چیه میرن گوسفند اینا میبرن ییلا. آره ییلا اینا اکثریتا اینا هم اینجوریان، خیلی به این چیزا فکر دارن. آره. چون دارن میرن تو غار و اینجور جا زندگی میکنن مثلا دور از شهره، به خاطر همین من نمیدونم، حالا شاید این تکنولوژی استفاده نمیکنن، شاید مثلا هم عقاید قدیمشون مونده. آقا ما هم اعتقاد داریم میگه، ولی بعضی چیزا عجیبه. واقعا باشه همکار ما قبل از اینکه ما و شما داخل میشیم این بله. آخه اون موقع مثلا اون چوبه رو مگه داشتن؟ باید تایی بازی میاری تصمیم بسیار سیم بی نه ترسن. بسم الله الرحمن الرحیم. راه پلا هست و گویا هم در اینجا کدام خاک است کدام ایوان بوده اون نیست؟ خاک میگیرن خاطر نظری یک ماره آه خاک نظریه. یا خدا ببین مثلا ما تو دین و این چیزا داریم، مثلا یک شخص مهم و خوبی تو دین بوده از یه جای رد شده یه اثری ازش باقی مونده اونجا میشن مثلا زیارتگاه مانند، خب ولی اینکه هیچ اتفاقی اینجا نیافتاده، نه کسی اومده، نه اصحاب کهف اومده اینجا واقعا، نه هیچ اتفاقی اینجوری. شاید تو گذر زمان اومدن اینجا چرخیدن، همون یهو اومد اینجا ساخته شده. خاک نظری میگیرن حتی یک مراد میگیرن یک چیز از داخل ببین در چه حدی شده. میگم اینجا خاک فرم دارن بچه دار میشن بعدش. یه چی خبره؟ خرافات دیگه. من میگم خرافات. بچه شما بگه، من قصد توهین ندارم ولی اینجور چیزا. آقا ما هم آدم دینی هستیم ولی دیگه این چیزا نمیدونم واقعا. شاید مردم منطقه بهتر میتونن صحبت کنن. عزیز واقعا باور عجیبی وجود داره. بعضی از باشنده ها یا بعضی از وطنان ما و شما میان از این خاکی که از اینجا هست نظری میگیرن. چگونه ایر واضح بسازین اگر ما برای بیننده ها چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا، درود و سلام خسته نباشید به شما، خدمت شما دوستان که از راه دور شما اینجا تشریف آوردید. سید نمطران روز حتی خلص میکنم یکی از باشندگان ولد فاره و رسواله ایچی بگذر خرید همین اصحابی کرد که در همین جا داده شدیم. دوستان عزیز قسمی که با شما معلوم است این غار سابق کمی این غار بزرگتر بودن، در اینجا اکثر از مردم می آمدن از اینجا نظری، زمانی که دست را داخل میکردن سه بار که بسم الله بله 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 لفظ بسم الله الرحمن الرحیم میگفتن و زمانی که دست یک چیزی که پیدا میکردن گویا که همون نظرشون همون چیزشون همون آرزویشون برآورده میشدن. با همین خاطر این همونطور بعضی از دوستان را چی کردن؟ چی معمولا پیدا میکردن از اینجا؟ امکان داره که مهره پیدا میشد، امکان داره که یک چیز اگر عجیب علائم های عجیبی پیدا میشد، امکان داره زیورات قیمتبها هم یافته شده از اینجا. زیورالات یا خدا. ولی اونقدر ولی کلن در کل ولی چه ایران چه افغانستان کلن اونا که توی روستاها و دهاتا زندگی میکنن خیلی آدم های عجیب و غریب و اعتقادات عجیب و اکثرشون هم مثلا یه ببینیم پیراشون ها با جنمنا در ارتباطن این فاز. آره آره قبول داری؟ آره دیگه پدر مادران پدر بزرگان ما همه اونجا بودن دیگه. آره دیگه باشون صحبت کردیم دیگه چه طرز فکرهایی داشتن. بریم ادامه بچه ها. خب دوستان عزیز در حالی که
عمق نه چندان زیادی هم نداره، فقط اینجا خاکه. بادسی پر کردیم بسیار، چون بسیار غار کلان شده بود. کلان شده بود. خب از بیرون خاک آوردن. اگر کسی کدام آرزویی میکرده دست خود در داخل این خاک ها میکرده به این رقم نه؟ بله. و اگر با این خاک کدام مهره یا یک شیء دیگری یک فلز با هم میامده دیده میشده بوده دیگه. به این معنا بوده که همین نظرشان قبول شده و با آرزویی که داشتن میرسن یا ای که رسیدن. ولی این هلم فاز عجیبی داره دیگه، میگم اصلا تو چت من نمیره. منم دارم میگم خرافات اینا. ببین اینجور چیزای معجزه‌ای تو دین هستا، ولی دیگه اینجوری نه این شکلی اینجوری دیگه ظهور کنه وسط. آره دمتون گرم باشه که تماشا کردید، نظر خودتو داخل کامنت بنویسید، خیلی دوست دارم بدونم. دمتون گرم. و ایران هم اینجوری، ایران هم اینجوری. آره ما هیچ توهینی نکردیم، بچا خودشون میدونن. ولی ایران هم پره تایی دلت بخواد هستی خرافات. بچا خودشون میدونن که ما منظورمون چی بود. دمتون گرم بچا. لایک و سابسکرایب زنگوله اینستا همه رو بکوبید. تا ویدیو بعدی. گود بای.